من میخوام راجع به ویژن کالج با هم صحبت بکنم. ویژن کالج دانشگاهی هست که به صورت تخصصی تو رشته‌های پیراپزشکی اقدام میکنه و به چند دسته تقسیم شده در حقیقت. برای کسایی که لیسانس پیراپزشکی توی ایران خوندن براشون قابل استفاده است. برای کسایی که از مدرسه تازه دیپلم گرفتن، حالا تجربی یا غیر تجربی، برای اونها هم کاربرد داره. حالا این رشته به چه صورتی هست ما براتون توضیح میدم. اول برای بچه‌ای که از دبیرستان فارغ‌التحصیل میشن، بچه‌ای که از دبیرستان فارغ‌التحصیل میشن، خب بعضیا فارغ‌التحصیل رشته تجربی هستن. اونایی که فارغ‌التحصیل رشته تجربی هستن به طب راحت‌تر میتونن وارد مقطع دوره 3 ساله ما بشن که این دوره 3 ساله مقطعی هست برای دیپلم. دیپلم مدرکی هستش که تقریبا اگر بخوایم از لحاظ ارزیابی حساب بکنیم برابر با فوق دیپلم توی ایران. یه دوره 3 ساله هستش. این دوره 3 ساله رو بچه‌ها باید بگذرونن که توش پرستاری، تصویربرداری، دستیار پزشکی، همه اینها هست که همه اینها رو هم میتونن به صورت تخصصی انتخاب بکنن اگر بخوان در ادامه برای فوق لیسانس و دکترا هم تو همین زمینه ادامه بدن. هم میتونن به صورت کلی برای این 3 سال یک مجموعه از پیراپزشکی رو آموزش ببینن و بعد از اینکه این مجموعه رو تموم کردن وارد مجموعه جدید بشن. به جز اون در حقیقت اینجا هم داریم میبینید دیپلم آف نرسینگ، مدیکال ایمیجینگ، تصویربرداری هستش، هلث ساینس هستش و مدیکال اسیستنت هستش. همه اینا رو ما آموزش داریم و بعد از اون به چند تا شاخه تبدیل میشه. بچه‌ای که دیپلم میگیرن برای این چند تا مبحث میتونن برای یوکی، برای یوکی اقدام بکنن از طریق خود دانشگاه. خود دانشگاه اقدام میکنه برای فرستادن بچلر بچه‌ها برای لیسانس، بچه‌ها رو بفرسته برای یوکی و بعد از اون ادامه تحصیل. اما بجز اون برای کسایی که لیسانس مربوط دارن به رشته پیراپزشکی مثل بچهای علوم آزمایشگاهی، مثل بچهای میکروبیولوژی، این بچه‌ها میتونن بیان وارد یه مقطعی بشن تو دانشگاه ما به اسم مقطع پست گریجوییت. مقطع پست گریجوییت توی رشته اولتراسونولوژی هست. بچهای پیراپزشکی احتمالاً خودشون آشنایی دارن با این زمینه، میدونن چیه. در حقیقت رشته تخصصی سونوگرافی هست. رشته تخصصی سونوگرافی این دوره کلن یک سال طول میکشه برای این دوره. دستگاه‌های اولتراساوند دستگاه‌های خیلی جدید و پیشرفته‌تری هستن نسبت به دستگاه‌های قدیمی سونوگرافی. در حقیقت مشکلات ایکس ری و مسائل سرطان‌زا و این مسائل رو دیگه این دستگاه‌ها ندارن. که توی این دوره یک ساله طرز استفاده از این دستگاه‌ها و کلن سابجکت‌هایی که مربوط میشه، کورس‌هایی که مربوط میشه به این رشته رو همه رو آموزش می‌بینن بچه‌ها و مدرک پست گریجوییت می‌گیرن. مدرک پست گریجوییت مدرکی هستش که برابر با مدرک فوق لیسانس. اما من یه توضیحی براتون میدم راجع به پست گریجوییت که اصلا چرا باید پست گریجوییت بگیرید. ببینید شما زمانی که بخواید وارد این رشته به صورت تخصصی بشید، رشته سونوگرافی، حتما باید تو مقطع لیسانس این درس رو خونده باشید و چون این درس تو مقطع لیسانس کورسی براش ارائه نمیشه، شما نیاز دارین به بحث دیپلما و بحث پست گریجوییت که بعد بتونید برای ادامه برای فوق لیسانس و دکترا اقدام بکنید، حالا هر جای دنیا که میخواید برید. اما کاری که ما میکنیم اینه که ما خودمون قرارداد داریم با دانشگاه استرالیا. در حقیقت مدرک پست گریجوییت شما از استرالیا صادر میشه برای شما میاد. و یک کار دیگه که ما برای بچه‌ها انجام میدیم اینه که بچه‌هایی که فارغ التحصیل میشن از دانشگاه ما این بچه‌ها رو جذب نیروی کارشون میکنیم. به چه صورتی؟ توی کشور مالزی، استرالیا و نیوزلند برای هر سه تا کشور اپلای میکنیم. هر کدومشون که سریعتر بهمون اپروال بدن جذب نیروی کار میکنیم بچه‌ها رو، ولی بعد از پست گریجوییت، نه بعد از دیپلم. بعد از اینکه دوره 4 سال گذشت به طور کامل بعد جذب نیروی کار میشن. حالا همزمان هم میتونن به صورت پارت تایم برن برای فوق لیسانس و دکترا، هم که میتونن مثلا ادامه تحصیل ندن یعنی اگر نخوام برن برای مقطع بالاتر میتونن فقط جذب نیروی کار بشن. دلیلش هم اینه که این رشته الان بازار کار بسیار خوبی داره توی دنیا و شما میتونید سایت گاورمنت استرالیا و نیوزلند رو چک بکنید ببینید تو تاپ لول ها هست این رشته. به خاطر همین ما داریم تخصصی روی این زمینه کار میکنیم و توصیه من تو ایران برای بچه‌های ایران تخصصی این رشته است. شما رشته‌های دیگه داریم مثل نرسینگ، مثل دستیار پزشکی، اینا رو هم داریم، ولی خب اینا رشته‌هاییه که معمولاً
خیلی جاها ارائه میشه ولی اولتراسونولوژی رشته ای هست که تو مالزی تنها کالج ما داره ارائه میکنه و سرتیفیکیتش و مدارکش هم هست. همه اینها رو بعدا اگر خواستی میتونی بیاین من نشونتون بدم به چه صورتیه. وزارت بهداشت مالزی تایید میکنه. مورد تایید استرالیا هست و اون هم با تمام اپروالاش الان هست. میتونید همه اینها رو چک بکنید ببینید به چه صورتی هست. و بعد از اینکه حالا این دوره یک ساله رو تموم کردید، اگر خواستید تو مالزی ادامه بدید به صورت آنلاین هم میتونید برای فوق لیسانس، اگر که نخواهید، چون استرالیا طبیعتاً هزینه‌اش بالاتر از مالزی هست، اگر بخواید با هزینه کمتر فوق لیسانستون هم ادامه بدید میتونید توی مالزی به صورت آنلاین در حقیقت بخونید برای فوق لیسانس و به صورت پارت تایم مشغول به کار هم بشید. یکی از مزیت‌هایی هم که حالا کالج ما داره برای این رشته اینه که همزمان ترنینگ داریم، یعنی تمام دستگاه‌های اولتراساوند، رادیوگرافی، اتاق‌ها برای نرسینگ، برای همه اینها توی خود کالج تعبیه شده، امکاناتش هست و بچه‌ها همزمان که دارن تئوری درس می‌خونن، همزمان به صورت عملی هم میتونن اینها رو یاد بگیرن و تمرین بکنن. روزانه ما مریض‌های معمولی داریم که از بیرون میان، رجیستر می‌کنن و بچه‌ای که سال بالاتر هستن اینا رو معاینه می‌کنن. حالا اون شرایط خاص خودش رو داره ولی اینا همه ترنینگ برای بچه‌ای که دارن اونجا آموزش می‌بینن. معمولاً من این رشته رو خیلی توصیه می‌کنم برای کسایی که پیراپزشکی خوندن، رشته‌ای مثل میکروبیولوژی، زیست‌شناسی، رشته‌ای تو این زمینه خوندن. این بچه‌ها اگر وارد اولتراساوند بشن، رشته‌ای که بسیار پردرآمد هست در حال حاضر، مزیتش اینه که شما میتونید مطمئنید که جذب نیروی کار میشید، مدرکتون مال استرالیا هست و جدا از اون یه رشته کاملا تخصصی هستش، انگار یک شاخه کاملا تخصصی رو شما تو این زمینه خوندید. در ضمن دانشگاهی هم که ما باش کار میکنیم، دانشگاه استرالیا، دانشگاه RMIT هستش، RMIT یونیورسیتی هستش، که چون اگر بخواین ادامه بدین اونجا میتونین برین، چون اگر نه که برمان سرتیفیکیت شما مال این دانشگاه هستش. حالا من تقریبا یه اطلاعات خیلی کلی رو بهتون دادم. یه مزیتی رو هم که الان در حال حاضر به خاطر این نمایشگاه این دانشگاه برای بچه ها گذاشته، بحث کالج هستش، بحث ببخشید خوابگاه هستش، که خوابگاه رو هم روی هزینه دانشگاهتون حساب شده و دیگه هزینه اضافه تری بابتش گرفته نمیشه. این تک کورسامون برای دیپلوما جولای هستش ولی برای و اکتبر، جولای و اکتبر هستش، برای پست گریجوئت جنیری هست، ژانویه هستش. اگر هم بخواید اقدام بکنید باید تا آخر آگست، یعنی تقریبا تا دیپلوم کنیم دیگه، مدارکتون رو همه رو باید برای ما ایمیل بکنیم بفرستین، چون ویزا حداقل 3 ماه طول میکشه برای گرفتن ویزا، که باز ویزا هم به عهده دانشگاه هست، دانشگاه خودش براتون ویزا میگیره، خوابگاه در اختیارتون قرار میده، کورس زبان براتون میذاره. در حقیقت ما یه امتحان زبان ازتون میگیریم اگر کسی آیلتس نداشته باشه، امتحان زبان میگیریم، تعیین سطح میکنیم. اگر نیاز داشته باشید خودمون براتون کورس زبان اول جنرال میذاریم و بعد از اون همزمان با درساتون کورس تخصصی داریم و کاملا هم از طرف استادهای استرالیا ارزیابی میشه، یعنی هر 3-4 ماه میان تو مالزی چک میکنن برای فاینال اگزماتون، حتما استاد از استرالیا میادش چک میکنه، کنترل میکنه امتحانا و کل مدارکتون میره اونجا. به همین دلیلم حالا هزینه که ما میگیریم به دلار هست، البته به دلار در حقیقت US هست، دلار استرالیا نیست، ولی چون پرداخت ما به دانشگاه به دلار هست، ما به دلار هزینه‌اش رو دریافت می‌کنیم. این تقریبا یه اطلاعات کلی راجع به این کالج. حالا اگر سوال کلی دارین میتونین از من بپرسین، در غیر اون صورت بعد میتونین بابت کیس خودتون بیاین سر میز من، هر سوالی چیزی که داشتین من به صورت کاملا تخصصی تر و ریسته در اختیارتون قرار میدم. این هم در حقیقت اینا سرتیفیکیت هایی هست که مال در حقیقت استرالیا تایید کرده. این سرتیفیکیتی هست که ما میدیم به دانشجو بابت پست گریجوئت. زمان هزینه ها ببینید برای دوره دیپلوما که اون دوره 3 ساله هستش،
که از پایه میخواد شروع بکنه 21000 دلار هست. که این 21000 دلار شامل هزینه ویزاتون هست، هزینه خوابگاهتون و زبانتون هست. یعنی یه هزینه جدایی بابتش پرداخت می‌کنید. و میتونید هم سال به سال این هزینه رو پرداخت بکنید. نیاز نیست که به طور یک جا پرداخت بکنید. بابت اون یک سال دوره پست گریجویت که معمولا برای بچه‌هایی که لیسانس دارن یا پزشک هستن، چون الان در حال حاضر همین الان از دانشجویی که ما داریم برای پست گریجویت حداقل 3-4 نفر سر کلاس پزشک هستن که اومدن برای تخصص این رشته. برای اون یک سال هزینه‌اش 27000 دلاره که باز اون یک سال هم شامل همه این هزینه‌ها میشه، یعنی ویزاتون، زبانتون، خوابگاهتون و البته خوراکتون تو روزهای دانشگاه، یعنی روزهایی که بچه‌ها کلاس دارن غذا هم بهشون برای دو وعده بهشون غذا هم داده میشه. اگر سوالی نیست که من واپس میشم از حضورتون. مرسی که توجه کردید. ممنون.